دانش شهرگری را از کهن ما برای دیگران بگذاشتیم. برای نشان دادن فرهنگ، هنر، تمدن و اندیشگی پر افتخار ایران 7000 ساله، آثار سیاوش اوستا را به زبانهای پارسی، فرانسوی و انگلیسی بخوانید و به دوستان و یاران ایرانی و غیر ایرانی و حتی به دشمنان هدیه بدهید تا دشمنان نیز دوست شوند. برای آشنایی با آثار سیاوش اوستا به سایت اینترنتی سیاوش اوستا بروید. avesta.net، اوستا با W، avesta.net. درود بر مهمانیاران گرامی، هر کجا هستید آرزو دارم شاد و خوش و پیروز باشید. مهمانیاران، پروانه میخوام که سال نو 2020 میلادی زایشی رو به شما مهمانیاران شاد باش بگم، سالی که برابر هست با سال 7757 آریایی میترایی و 2020 سال از زایش عیسی مسیح میگذره. مهربانیاران، به هر حال ما بسیاریمون داریم در خارج، 7 میلیون ایرانی هستیم که در خارج از میهن زندگی میکنیم. روز و شبمون با این برنامه و تاریخ و تقویم هست و به هر حال هر کشوری که رفتیم بایستی بتونیم خودمون رو با اونجا همرنگ کنیم و به قول معروف آداپته کنیم. گردن شاد باشا برایتون، آرزو دارم سال خوب و خوش و موفق و پیروز و پولداری براتون باشه. پول تندرستی بهترین آرزوها و چیزها برای انسان هست. بعد از تندرستی رفاه، آسایش و همون پول و اندازه ای که خوب زندگی کنیم. در زندگی بایستی تلاش کرد برای به دست آوردن پول و زندگی خوب کردن. از این اندیشه و تفکر تازی ساخته، تاریک ساخته بر سرزمین ما که میگه بابا فقری فخری من و اینا رو باید رها کرد. اینها رو بایستی رها کرد و بایستی انسان در تلاش باشه تا بهترین زندگی رو خودش داشته باشه و برای خانواده و فرزندانش نیز بهترین زندگی رو. ذکاوت و زیرکی خیلی مهمه. زیرکی و ذکاوت. من هفته پیش که با یک تلویزیون جهانی مصاحبه داشتم، در همین رابطه با ذکاوت و زیرکی گفتم که 5 دی ماه که 40 ز جان گذشتگان سرزمین آریایی بود، مردم میهن ما این بزرگداشت رو گفتم نشید و وکی، یعنی بسیار با ذکاوت و خردمندانه برگزار کردن که خونی از دماغی نریزد و تازیان حاکم بر میهن جایی رو خراب نکنن، بذارن پای ملت ایران. همونجا هم گفتم که ملت ایران غریب و تنهاست و هیچ یاوری نداره. تغيير معلنة حول هذا الموضوع ينضم إلينا دافيد عباسي رئيس معهد دراسات بباريس. سيد دافيد أهلا بك. إذن شاهدنا هذه الصور التي تصلنا من إيران، إذن لماذا يخشى النظام الإيراني من هذه الاحتجاجات والتي لم تصل إلى حد الاحتجاجات بالمعنى الحقيقي؟ الإيراني بالهدوء عمل مظاهرات اليوم، وهذه المظاهرات ستطابق دون الشك وقد ينجح هذا الشعب في هذا النضال وفي هذا الزمن. طبعا أقول لكم شيئا، بأن العالم في العالم الشعب الإيراني هو وحده مع الأسف كما ساعدوا الثورة الخميني ضد الشاه، اليوم ما في هذا المساعدة للشعب الإيراني. ماذا ترد على النظام الإيراني عندما يقول بأن هذه الحركة الاحتجاجية يعني ربما وراءها أمريكا، واشنطن ودول غربية، يعني تحرك ربما عناصر في الداخل من أجل إثارة هذه الاحتجاجات؟ اسمعوا أخوي، إن رجال الدين في إيران منذ 40 سنة يدفعون بالمساري، يدربون الناس من كل العالم للإرهاب ولتسطير الثورة. كيف إذا جاء شخصا وقال كلمة ليؤيد المظاهرات الإيرانية، هو هذه قضية إنسانية. إذا شخصا في إسرائيل في أمريكا قال شيئا لتأييد المظاهرات الشعب الإيراني، هذا حقوق الإنسان. ولكن النظام الإيراني منذ 40 سنة يدفع كل العالم، يدفع حزب الله لبنان جهاد إسلامي ضد إسرائيل، بدفع يمن ضد السعودي، بدفع كل الناس، يعني الإرهاب الدولي إيران يدفعه وهذا مسكر. لكن إذا إجا شخصا واحدا وقال نحن حقوق انسان، ما از آن روزی که در پرتگاه افتادیم و دنبال رو به استعمار شدیم، حالا استعمار شما از همون هجوم تازیان 1400 سال پیش بگید تا تازیان مدرن غرب امروز، در دام آنها افتادیم و همچنان که با یک آیه قرآن ما رو خر کردند صدها سال، همچنان نیز با پروژه های از پیش نوشته شده استعمار ما رو خر کرد و میکنه و خواهد کرد و دلخوشی های باطل. مشتی انسان های بیمار پیر شپشوی فرسوده آخوند رو بر میهن ما و مردم ما حاکم کردند و من اینجا موندم که این بچه های جوان و رشید و زکی و نشید چطور از اینا محافظت میکنن، چطور رانندگی اینا رو میکنن، چطور برای اینها خم میشن و راست میشن. از این موندم من. بچه ها، استعمار که این روحانیت رو ساخت روحانیت رو من در کتاب دینداری و خردگرایی شرح دادم که در کتاب من با خدا رقصیدم، این کتاب مثل چند کتاب دیگه من اومده، اینها در بحبوحه انقلاب مشروطه به خاطر اینکه پادشاه رو میگفتن از سلطانو ولله، یعنی پادشاه سایه خداست، اینها از همون موقع اومدن گفتن آیت الله، واژه آیت الله رو درست کردن در برابر ذل الله، یعنی گفتن سایه خداست، این لژانه خداست. و چند تا روزنامه های استعماری که تازه اون موقع توی ایران منتشر میشد، اومدن اون 4 تا آخوند اولیه مشروطه رو بهشون همین لقب آیت الله رو دادن با دستور سفارت انگلستان و همچنان که میگن بریتانیا العظما گفتن آیت الله العظما و این فرقه رو ساختن. زمانهای قدیم یادتون نره اقتدار روحانیت تشیع در ایران ما زمان صفوی است، زمان صفوی که اقتدار اینهاست. تنها واژه‌ای که برای اینها مصرف شده میدونین چیه؟ صفویه که خیلی متکی بود به طبقه روحانیت. شیخ بها و دیگران اونجا بودن. اسم این آخونده اونجا بود ملا، فقط ملا محمد باقر مجلسی، ملا فلان، ملا فلان. دیگه آیت الله و حجت الاسلام و سقط الاسلام، این مزخرفات که نبود. در زمان قاجار که تمام آموزش و پرورش همه چیز دست آخونده بود، یعنی آخونده بعد شاه همه کاره بودن تشکیلاتشون. در اونجا چی بود اسم اینا؟ بگید ببینم. در زمان قاجار به آخوند چی میگفتن؟ حاجی. حاجی میگفتن بهش، حاجی. اون موقع ملا، موقع حاجی. انگلیس ها که میخواستن این دهنه انقلاب مشروطیت رو، جنبش مشروطیت رو به دست بگیرن، چه کردن؟ اومدن و واژه آیت الله رو ساختن و گروه آیت الله ها رو، سازمان روحانیت رو، و طبقه بندی کردن، حجت الاسلام و سقط الاسلام و آیت الله و بعد آیت الله العظمی و الی آخر. اینا رو گذاشتن تو دست ما هم تا الان ابله، احمق. و پولی هم بود که از فاحشه‌خانه خانم بیگم در هندوستان یه فاحشه‌خونه داشت. اینا رو ما قبلا مفصل نوشتیم. این فاحشه‌خونه، رقاصخونه، طرف گفتن مرده، نظر حوزه علمیه کرده. حالا انگلیس یک بار از جیب جای دیگه تعمیرگر گفت نظر حوزه علمیه کرده و ما بریم در نجف و قم و مشهد حوزه علمیه بسازیم. اومدن با این پولا و اصطلاح حوزه علمیه ساختند و آخوند پرورش دادن و چه و چه و چه کردن. این گونه بود که این روحانیت شکل گرفت عزیزان من. و خیلی هم خوب براشون کار کرد. روحانیت برای استعمار انگلیس، استعمار روس خیلی کار کرد. یادتونم نره 1562 بار گفتم، 1563 بارم بهتون میگم. در رابطه با ایران و خیلی جاهای دیگه دو تا استعمار با هم متحدن. دوتاشون با هم متحدن. روس و انگلیس رو ایران متحدن. روس و انگلیس سر آمریکا رو کلا میذارن، سر بقیه کشور اروپا رو کلا میذارن، ولی روس و انگلیس چون اصلا اون قدیم ایران رو بین خودشون تقسیم کردن، اینها با هم رو ایران متحدن. سیاست هایی که اتخاذ میکنن مکمل یکدیگه است. اینو زرنگ باشید، بفهمید و بدانید. و کتاب های بسیاری آقای راین نوشته و دیگران در رابطه با همین استعمار انگلیس، در رابطه با حرفای این سرگیمریه که اومدن روسون اینا تو ایران زدن، اینا برین بخونین. یکی از بیچارگی های امروز ما میدونین چه بچه‌ها؟ کتاب نمیخونیم دیگه. من به تازگی که نه مدت هاست به همه دوستان و مهربانیاران گفتم که بچه‌ای که من زرت زور تو زیادی میکنن این ور اونور، شعارایی بیده که از دهنش هم گنده‌تره، میخواد به ماها درس بده. میگم از این بچه‌ها شما بپرسید تا حالا تو تمام عمرش چند تا کتاب خونده، تیتر 10 تا کتابو بگه که خونده. بعد گفت خونده، از همون کتابا ازش امتحان بگیرید. فعل بداهه، نه که بره جستجو کنه. فعل بداهه با تلگرام، با اینستاگرام، با فیسبوک، با هر جا. ببینید چی خونده، یا آخرین کتابی که خونده کی بوده، چی بوده. کتاب نخوندن اینا، مطالعه نکردیم. الان هم که دیگه قربونتون برم همه افلاطونیم، الان همه ارسطو هستیم، پیر و جوان. اوه از نظر سیاسی همه چیز ما میدونیم، ولی فردا میریم 44 میلیون پای صندوقهای رای، از روحانی گرفته تا احمدی نژاد گرفته، متوجه میشین، تا خاتمی گرفته قبلش، تا هر کی بگین اون قبلی ها رو هر میلیون رای میدین. واخ بر من افلاطون بازی را میندازین اینجا، خیلی زرنگین. اون وقت یارو میترسه اسمشو بگه، میاد آقا فوش خارمادر بون دادن. این همه آخوند ریخته، این همه اراذل و باش ریخته، شما چرا نمیزنین تو گوش اینا؟ آقا ببینید توی افغانستان دیگه بچهای سرزمین آریایی یاد گرفتن، یارو وکیله هیچ کاری براش نکرده رفته اونجا میگیره میزنتش، میندازنش بیرون وکیله رو. تو ایران هم شروع شده، تو ایران هم جای زیادی وکیلا رو گرفتن زدن، وکیل مجلس. چه غلطی کردین شما؟ اینا رو بزنینشون، هو کنین، مجالسشون رو به هم بزنین، بکنید این کارو. سروران، بزرگواران و مردم خوب شهرستان نیکشهر. آقا ایران نجاتی که ما قرد نمیشیم، بسته 12 ساله. عرض سلام و ادب و احترام میکنم به شما مردم خوب و بزرگوار این خطه بزرگ. 12 سال من اومدم. از همه مهمتر بزرگای اینا وقتی میان یه جایی صحبت دارن، سخنرانی دارن، بارها من پخش کردم به چیزای نمونه، بریزین مسخرهشون کنین، به هم بزنین، از روحانی گرفته تا وزرا و وکلای دیگه. و حتی این گستاخی و شجاعت رو بچه‌ها داشته باشید. تا حالا بودید این کار کردید، ولی بیشتر جلو خود خامنه ای وقتی که مثل گله میبرن شما رو اونجا، بلند شید داد فریاد آقا من حرف دارم. بعد بتازید به این، مثل اون بچه‌ای که جلو رئیسی پخش کردم، من گفتم آقا من میخوام خامنه‌ای رو تو میدون محاکمه کنم. خامنه‌ای رو وقتی میرین پیشش، محضرش میرین، رنگتونم میبازین، دست و پاتونم میلرزه، همونجا پاشید و پرخاش کنید. یادتون رفته نیکولا چاوچسکو چه اقتداری داشت؟ اینم بهتون بگم، استعمار تا جایی که بتونه از شما استفاده میکنه. از این رهبرا میگم، بعد اگه شما لحظه ای که میخوای بپردازی به خودت و به مردمت، میان ترتیبت میدن. اینجاست که باید خودت رو در داخل کشور تنبیت کنی. همیشه فکر کردن فقط رضا شاه و محمد رضا شاه رو اینا ساقط کردن، بعد رفته بودن انگلیسا گفته بودن ما به اینا قدرت دادیم، اینا ما رو ساقط می‌خواستن بکنن، بیرون بکنن، نفت بیارن پایین، مردمشون فلان، مردمشون بیسار. چون یادتون نره همه جای دنیا همینه، تو میخوای قدرت بگیری باشه دیپلماسی اعمال کنی. دیپلماسی اعمال نکنی تو قدرت بگیری، از قدیم همینجور بود. موسی اگه میخواد قدرت بگیره در دربار فرعون که بتونه یهود رو نجات بده، موسی اینا همه کلک‌هایی بود که زدن بینا، باید بره سرباز بشه، سردار بشه، جنگ و فتوحات بکنه، افتخارات به دست بیاره، بعد بیاد ترتیب فرعون بده، قوم یهود رو نجات بده. بعد همین کار رو مردخای میاد در دربار شاه ایران، وزیر دربار پیش خدمت، اینقدر تملق چابوسی تا آخر میتونه استر دختر برادر خودش رو به شاه بده، تحمیل کنه و بعد بزنه چند هزار ایرانی رو بکشه، به جرم اینکه اینا میخواستن چه بکنن؟ نفوذ کردن. همه جا بوده و هست. رضا شاه روزی که میخواد نفوذ کنه و قدرت رو به دست بگیره، بایستی یک سری مسائل کوتاه بیاد که بتونه قدرت رو به دست بگیره. وقتی قدرت رو به دست گرفت، اونجاست که برای مردمش کار میکنه. رضا شاه رضا شاه در تاریخ ایران بی‌نظیره. به خاطر همین هم هست که ملت ذکاوتمند، یادتون نره اون ملت ابله، اونها کمن. اون ملتی که میره رأی میده و همونایی که میزن میکشن و قتل و جنایت و اینا همینان، اینا برای شناسنامه ایرانی دارن، اینا خیلی کمن. اون مردمی که میشناسن رضا شاه کی بود، چیکار کرد برای مملکت، که میرن بعد سالها اینقدر اپوزیسیون ها ساخته شد تو این 40 سال، اینقدر خون دادن، اینقدر مبارزه کردن، اینقدر نبرد کردن. حالا مردم خودشون خودجوش بیان بگن رضا شاه روحت شاه. با یه فیلم رضا شاه که ساخته شد، یه فیلم رضا شاه بریم ببینین، چند صد هزار چند میلیون نفر رو دیدن و فهمیدن این کی بوده، چیکار کرده. امروز دنیا اینه، دنیا فیلم، سینماست، برنامه رادیو، تلویزیونش، کتاب کسی نمیخونه دیگه. با یه فیلم رضا شاه که ساخته شد، کتاب ها نوشته شده، توی سالا نخوندن. یه فیلم رضا شاه کار کرد، الان دیگه همه جا رضا شاه روحت شاده. به خاطر همین رژیم اومده، همونطور که بارها من گفتم، یک سری افرادی رو ازشون داره استفاده میکنه برای زدن رضا شاه بزرگ، شما نباید کوتاه بیاید، بایستی در برابر اینها وایسین و اهداف و خواستای خودتون رو دنبال کنید. حالا این نیکولا چاوشسکو شما ببینید چه قدرتی داشت، چه عظمتی داشت، چه شوکتی داشت، چجوری کلش کردن. تازه خیلی بر این باورن که وقتی میاد ایران بعد از اون تظاهراتی که میگن میاد ایران، تو قراری که داشته بعد ایران میدونه جمهوری اسلامی یعنی انگلستان، استعمار انگلیس از طریق جمهوری اسلامی خیلی تاثیر حساب جهانی کرد. نیکولا چاوشسکو رو انداخت، قذافی رو انداخت. عرض کنم خدمتت که حتی پادشاه خردمند ما محمد رضا شاه انگلیس‌ها قصد داشتن برگردونن ایران، محاکمه کنن، چه کنن. این پروزادا خوندید، دیدید، چنیدین دیگه. خب زین العابدین بن علی رو عرض کنم خدمتتون، حسنی مبارک رو، اینها همه کسانی بودند که مهربانیاران انگلستان دیده بود اینا جفتک میزنن، یعنی اومدن یه کمی کارایی دارن میگن به نفع مردم و میان و سرزمین خودشون، میخواست بردارد. چون که روان رضا بدیعی شاد میسیون امپاسیبل، بالاتر از خطر، فیلمایی که میساخت، این سریالای بالاتر از خطری که میساخت نشون میداد انگلیس همیشه کاری که میکنه میذاره به حساب یکی دیگه، خودش میذاره به حساب یکی دیگه. تو ایران الان هر کار میکنه میذاره به حساب اسرائیل، بعدم به آخوندان میگه حالا اسرائیل هم خوب شما بدین پول و تکنولوژی همه جای دنیا هست، برای همه خرج میشه، میتونی بخری بفروشی. ولی آقای قاسم سلیمانی خودش مصاحبه کرد چند وقت پیش، جدا از اینکه ما حرفای رئیس موساد پخش کردیم آقای یوسی کوهن که گفت ما با قاسم سلیمانی کار نداریم، ولی قاسم سلیمانی خودش مصاحبه کرد، گفت ما لبنان بودیم با مغنیه، اومدیم سوار ماشین بشیم دیدیم این پهباد اسرائیل ما رو نشونه رفته، یعنی بدلی نمیزنتشون، نمیزنه. بعدم رئیس موساد میگه آقا نمیزنیم، نمیخوام. جنگ به سرعت تبدیل شد به یک جنگ کامل که به نام جنگ ۳ روز نامیده شد. برگشتم به لبنان، عماد آمد دنبال من، از خط امنمون گزارشاتی به تهران میفرستادم. این جنگ، جنگ بسیار سخت و شدید است. 28م، 27م روزهای سختی بود. در واقع حزب الله یک اتاق عملیات داشت در قلب ضاحیه، سه تا پرواز میکردن و کنترل دقیق میکردن. یه شب 11 شب من و سید و عماد آمدیم بیرون، امکان رو سر ما بود، یعنی هواپیمای بدون سرنشین اسرائیل. ماشین که رسید به ما امکان متمرکز شد بر ماشین. ولی اینا هر کاری برای سر دنیا انگلیس میاره، اینا میگن روس انگلیس میاره، میگن کار اسرائیل بود، مرگ بر اسرائیل، کار اسرائیل بود. آقا میبینن خودشون میدونن که از هنگامی که پادشاه ایران توسط 100 بار گفتم دوباره میگم، حسینیه ارشاد شریعتی در بالای شهر برای مذهبی کردن روشنفکرها و مهدیه شیخ احمد کافی پایین شهر برای انقلابی کردن مسلمانای پابرهنه ساخته شد. هر دوتاش هم با پول عربستان سعودی، هر دوتاش، یعنی پول حجی که به کافی میدادن که مکه میتونست آدم ببره، پولای پورسانتی بهش میدادن، میذاشتن تو جیبش. آقای ارباب، در محمد ارباب در حسین ارشادی که ساخت، پولش از همونجا اومده. حالا اینا همه رو میذارن به حساب اسرائیل که بابا داشت با اینا کار میکرد. ولی وقتی من میبینم این رفیق تجارت من پاش لقه داره میفته، من که با خودم رو نمیندازم تو آب، که من که خودم نمیندازم تو آب، وای میستم خودم رو نجات میدم. حالا همینطور بوده، انگلیس همیشه یه قذافی که زدن فکر کرد این رفیق ما نیکولای سرکوزی رو انداختش یا برنارد هنری لوی انداخت. من به دوتاشون گفتم، من به برنارد هنری لوی و به سرکوزی گفتم تو فکر میکنی تو انداختی، چیز امکان داره تو انداختی، ولی میدونی برای کی انداختی؟ برای حزب الله لبنان، برای انگلستان، چون رئیس همه آخوندا، هر جا شیخ و ملا و آخوند دیدین بچه‌ها اینو بدونین که رئیسش انگلیسه. حالا دیگه وارد بحث‌های دیگه نمیخوام بریم. اینها قسم خورده بودن حزب الله لبنان، که انتقام خون امام موسی صدر رو بگیرن. امام موسی صدر یکی از رهبران پیشرو مترقی یه تشیع بود در لبنان. لبنانی از فقر و بدبختی و توحید دستی آورد بالا، عظمت شوکت بهشون بخشید، بعد همه قدرت های اون موقع بهش احترام میذاشتن. حتی محمد رضا شاه دعوتش کرد ایران و چندین میلیون دلار بهش کمک مالی کرد، خیلی همون احترام داشت برای محمد رضا شاه و غیره. این قذافی یک کنفرانسی تشکیل میده در لیبی، تو اون کنفرانس یک سال مونده به انقلاب ایران، انقلاب سیاه ایران، یک کنفرانسی تشکیل میده. در اون کنفرانس کتاب اخور، کتاب سبزش رو رو میکنه. من خوندم کتاب سبز. میگه قرآن مرآن اینا میذارین از این بعد کنار، کتاب سبز من راهنمای شماست. چون به همه پول میداد، همه پول میداد، اینا همه اونجا جمع کرده بود، همه گفتن دمش گرم. میگه حالا کسی جرئت نکرد پاش براش رایسه الا یک نفر. من اینو به خواهر امام موسی صدر حدود 38 سال پیش در لبنان گفتم. دختریشون درود دارم بهش، دختریشون هم بود اونجا و المستشفا، بیمارستان المستشفا در بیروت اینا ساختن و به مردم به رایگان خدمت پزشکی میدن. اینا حالا این صلح بین مسیحی و مسلمان و فلان امام موسی صدر بود. این نبیه بری که رئیس مجلس پادوی ایشون بود. یکی پا میشه، اونم کیه؟ آقای امام موسی صدر پا میشه و میگه آقا چی میگی؟ تو دیوانه شدی؟ به قصافی تو مملکت خودش میگه تو دیوانه شدی؟ ما همه رو بذاریم کنار که تو کتاب سبز آوردی برای ما، بخوره تو سرت خاک بر سرت، کانال خاک بر سرت. میگه دعواش میشه، قصه میگه به تمک سر جا دعوا. امام موسی صدر میاد بیرون با یک شیخ دیگه باهاش بود همیشه به نام شیخ یعقوب، با میاد بیرون دیگه. تا میاد بیرون گم میشه. رابطه خوبی هم قذافی داشت با ایتالیا، همیشه داشت رابطه بسیار خوب. این و بعدا میگه که اینا رفتن ایتالیا. ولی من اون روزهای نخست انقلاب سیاه جلود آمد ایران، معاون همکار قذافی، و آقای فتحی سفیر اینها بود در تهران. اونو فتحی سفیر اینها بود در تهران. اینها وقتی که اومدن ایران، میدونی من از این پلیتیک بهش میگم، سرکارستوار پلیتیکتون، از این پلیتیکا بزن. تو زندگی من زیاد زدم از این پلیتیکا، آدمایی که بخوام از پرده در بیارم یاد درون شرط بشم. ما هم نشستیدم، خیلی احترام من داشتیم چون روزنامه من میخوندم، ارشاد رو من در ایران موقع در میوردم. هنوز وزارت ارشاد نشده بود، وزارت ارشاد اسمش هم اطلاعات جانگردی بود میلادچی، من روزنامه ارشاد بود در میوردم، تیراژم خیلی بالا بود. اینا وقتی ما دیدن بعد گفتم که بعدم موسی صدرم خوب زدین کشتینش ها. آره بابا این آمریکایی بود. اینو من به خواهر و خانمش و دو بچه امام موسی صدر تو چند سال پیش گفتم، 38-9 سال پیش. آره بابا این آمریکایی بود، یعنی ما زدیم کشتیمش. متوجه میشین؟ بعد از اینم یه قضیه تکرار شد، بعد اونا فکر می‌کردن خب ما میدونیم، یا مثلا ما خوشحالیم با زدن امام موسی صدر، یعنی اعتراف کرده بودن. حالا قذافی که میفته و جور ترتیبش میدن، چون لیبی قبایلیه، زندگی قبایله. تو رئیس هر قبیله رو ببینی 4-5 هزار تا سرباز داری، چند میلیون دلار میدی به رئیس قبایل، رئیس قبایل هم با تفنگ بهشون میدی، اینا میریزن هر کار بخوای بعد میکنن. قبیله‌ایه، مثل ایران نیست که ایران قبیله نیست، حزبی نیست، سندیکایی نیست، هیچ چیز. منم 40 سال نتونست این کارو کنم. حزبی هم نیست، لااقل حزبمون هم قلابیه. حزبی هم باشه واسه خود، چون حزب مثل قبیله میمونه، ولی قبیله محکم‌تر، خونی‌تره. اینا قبایل رو دیدن اونجا، پول بهشون دادن، از اون برن پشتش لوجستیک. چون میدونید اینها همه الان اقتصاد جان قذافی انداختن در راستای اهداف حزب الله، خواسته حزب الله خوشحال شد. همچنان که تا حالا شما ببینید الان که داره به پایان خط میرسه قدرت جمهوری اسلامی، ولی از روز اول اینا آمدن طالبان رو زدن، دشمن اصلی اینا زده بود، اینا رو کشته بود. طالبان انداختن، از تا انداختن خود جمهوری اسلامی رفت، طالبان نجات داد، آدم خودش کرد. صدام حسین که هم پیمانی نبود، 8 سال تو جنگ اینا صدام انداختن، عراق دادن دست اینا. انگلیسه، اینا دیپلماسی انگلیسه که قویه، پشت سر آخونداست. حالا همین دیپلماسی همینطور که نیکولا چاوشسکو، همینطور که قذافی، همینطور بقیه رو انداخته. آخوندا میخوام به شما بگم خاطر تا جمع بشه ترتیب تو داده یه بزودی. مثل همین نیکولا چاوشسکو میگن این اومد تهران. نیکولا چاوشسکو وقتی میخواست بره، این آقای نیکولا چاوشسکو هست که 2 روز پیش از این که اعدام بشه کشته بشه توسط ارتش خودش، 25 دسامبر هست، یعنی دسامبر امسال که پشت سرمون بود گذشت، 30مین سال کشته شدن و سقوط نیکولا چاوشسکو. نیکولا چاوشسکو 5 روز پیش از این که کشته بشه در تهران بود، به مدت 2 روز مهمان هاشمی رفسنجانی در ایران بود و ایشون عنصر و عاملی بود که نفت ایران رو، چون ایران میدونیم از ابتدای انقلاب سیاه مورد تحریم هست و همواره دنبال این بوده که یک بازار سیاهی پیدا کنه برای خرید و فروش و به ویژه فروش نفتش. نفت رو ارزانتر به کشورها و شخصیت‌های دیگه میفروخته و میفروشه تا اونها گرونتر بفروشن و یک دلالی وسط بکنن و غیره. نیکولا چاوشسکو که از زمان محمد رضا شاه با ایران رابطه خوبی داشت و به ایران رفت، با جمهوری اسلامی ایران نیز روابط بسیار خوبی داشت و ایشون 18 دسامبر 1989 میره تهران، 2 تا 3 روز در تهران هست. یعنی یکی از شهرهای کشورش تظاهرات میشه، 2-3 نفر کشته میشن. بعد ایشون 20 دسامبر 1989 برمیگرده به کشور خودش. وقتی که برمیگرده همین سخنرانی که میبینید داره انجام میده، این سخنرانی 8 دقیقه اولش مثل همیشه با احساسات گرم آدمایی که پایین بودن مواجه میشه و کف زدن ها و زنده باد چاوشسکو ها و چه و اینا. از دقیقه 8 به گونه میشه که از اون ته صفوف چند نفری شعارهای علیه او میدن، هوش میکنن و با اینکه همه فرار میکنن دور برش میرن، وای میسه خودش تا پایان صحبتشو میکنه و قول میده که وضع معیشت مردم ببره بالاتر، بیشتر بکنه، بهتر بکنه و کف میزنه براش، باز دوباره اون کف میزنه. ولی اون تظاهرات ته صف دنبال میشه و هرچند در جلو مردم هوادارانش هستند و در پشت سرشون مخالفینش، ولی همین تاثیر جالبه میذاره که بعدشون رو بازداشت میکنن بازنش و میبینید الان اینها رو دارن دستاشون میخوان ببندن که خانمش اجازه نمیده، دست خود نیکولا چاوشسکو میبندن دیگه. من فیلم اعدام کشته شدنشو برای شما نشون نمیدم چون خیلی دردآور هست و از طریق یوتیوب هم میدید وقتی که این فیلم ها نشون بدیم فیلم چون مشکل میشه. این خانمش داره زور میزنه که نظر دستاشو ببندن، کسی که اقتدار و قدرتی داشت 25 سال در اونجا حکومت کرد. مردم ایران ما و افغانستان و جای دیگه، عراق، اینها یاد گرفتن، لبنان، که این سیاستمداران رو میرن و مجالسشون رو همینطور بهش حمله میکنن، اینها رو کتک میزنن و میگن تا این سالها چه کردیم. درست همین کاری که با نیکولا چاوشسکو شد که در پایان موجب نابودی نظامش و خودش رو خارج کنه. آخرینش چی بود؟ آقا هفته پیش که من شنیدم که چین روسیه با جمهوری اسلامی مانور نظامی، من سیاه و شهوسته باز با این همه که دارم به شما میگم با خودم بودم ببخشید خیلی بزرگم، ببخشید خیلی بزرگم، گفتم خواهر مادر یاره 2 تا قدرت جهانی با اینا دارن برن دیگه، کی میتونه به اینا نگاه کنه چپ؟ خیلی برای من مهم بود. آقا خیلی جالب شد، 24 ساعت نگذشت، 24 ساعت بعد از این هنوز مانور هم ادامه داره اصلا. آقا آمریکا آمد زد دیگه، نه بگیم این دفعه اسرائیل میزنه و نه بگیم این دفعه عربستان میزنه و نه بگیم این دفعه از تو افغانستان میان میزنن 4 تا بمب میذارن داعش ماشه، نه. وزیر امور خارجه‌اش اعلام میکنه میره غرب عراق و دستور میده 8 شعبین میزنن، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را میزنن، یک عده اینا رو میکشن فرمانده و بالان، هیچ غلطی هم نتونستن بکنن. این خیلی مهمه، این برای همین راستای اهداف استعماری است. یعنی آقا استعمار میخواد بگه فکر نکنین این مانوری دارید میدید اینا همه هم برای اینکه جیب جمهوری اسلامی رو خالی کن، جیب ایران جمهوری اسلامی که خودش باقی نیست، جیب ایران رو خالی کنن. از اول تا الان فقط مسئله جیب خالی کردن بوده، میلیاردها دلار گرفتن و چند خلیج رو دادن و کیش رو دادن و او رو دادن، بحر دریای مازندران رو دادن، اینا رو دادن. 40 سال میگه ما میخوایم به شما اتم بدیم، این بوشه 40 سال. یک چراغ خودشون میگه، من نمیگم، یک چراغ نمیتونن روشن کنن با این انرژی هستی 40 ساله دارن پول میدن. و من میدونم، من خبر دارم، میگم من به شما یه بار دیگه هم بهتون گفتم. چند سال پیش بود ما یه جایی بودیم، این صاحب منصبان غرب جمع بودن، آدمای خیلی مهم بالای غرب بالا. گوش کنید احمق هایی که نوچه این حرامزاده‌ها هستید، گوش کنید. یکی از این شخصیت هایی که شخصیت سیاسی بزرگی هم بود اینا، من رفتم جوش کنم آقا چجوری شما جمهوری اسلامی دفاع میکنید فلان میکنید، مردم خودشو داره قتل میکنه فلان میکنه. یهو دو سه تا از این وزیرا و پذیرا و سناتورا هم که اونجا بودن اینا اومدن از من پشتیبانی مال خود غرب، مال غرب، مال اروپا. آره آقا چرا تو این کارو میکنی؟ چرا رفتی اون کارو کردی؟ چرا رفتی و رفتی؟ یارو خندید. من گفتم خدا چی میخواد جواب بده؟ میخندید. گفت بابا ما اینا رو مسخره کردیم، ما دستشون میندازیم، ما میریم یک دلخوشی بهشون میدیم، میریم تهران میایم، یه پول ازشون میگیریم، میریم اونور میایم، یه دلخوشی میرم کی به اینا اتم میده، حتی انرژیشو کی به اینا اونو میده، کی به اینا همش کلیدش دست خودمونه، ما به اینا چیزی نمیدیم، پولشون رو میگیریم. 40 سال هم کار کردن، قبلا هم کار میکردن، ولی بارها گفتم بازم زد بگم که نیکسون فقط تنها کسی بود که اومد به محمد رضا شاه گفت قدرت پایا پای. این رو اوباما هم که رئیس جمهور شد، مشاور امنیتیش به خود من گفت، روی اینترنت هست، مدیر سابق سازمان CIA آمریکا آقای روبرت بایر، من باش مصاحبه کردم، گفت ما الان میخوایم با ایران به خامنه‌ای بگید که میخوایم پایا پای مثل دو تا قدرت، نه مثل یک نوکر و یک ارباب برخورد. ولی اینا که شعورشون نمیرسه، اینا نوکرن، اینها درست میدونن که اگه یک چپ برن مثل چاوشسکو ترتیبشون داده است، یک چپ برن مثل قذافی ترتیبشون داده است، اگه اینا بخوان کار استقلال میترسه، اینا زندگی خودشون همه چیز ایران رو دادن، همشون هم نوکر استعمارن، همه اون بالای نوکر استعمارن. الان هم تو ایران فهمیدن اینا رو میگن میزننشون، بچه‌ها رو، بچه‌ها میگن اینا رو میزنن، نمیذارن، اجازه نمیدن که اینا برن تبلیغات چه و چه بکنن. قدرت مردمی امروز قدرت بسیار بالایی، قدرت اهوری، قدرت ایرانی. و من به قول اینا بذار همون واژه رو بگم، رجاع واسق دارم ای مردم سلحشور ایران، در زمانه کنونی شما پیروز هستید. بچه‌ای که تفنگ دستشون از شما پشتیبانی خواهند کرد، شما میایید توی صحنه قوی‌تر. بچه‌ای که تفنگ دستشون پایان میبخشند به زندگی ننگینی که این شپشوها برای من و شما و ما و تاریخ ما، آقا تاریخ ما آفریدن. بچه های مردم رو ببینید، فقر و بدبختی کشوندن و همشون هم نوکر و همش هم آدرس عوضی دادن. یه کسی دیگه این مرتب تو پای ملت ایران کرده و میکنه، یا آخونده رو برده اینا به چه جای دیگه حواله میدن. ترس تا این حد هست دیگه. و خوشبختانه اینو به شما بگم، خوشبختانه همین روحیه سلحشوری که نسل امروز، من همچنان که گفتم 10 سال به 10 سال تو ایران انقلاب شده، 10 سال به 10 سال هم نسل عوض میشه. این نسل امسالی که اومده، این 2020 که بیاد، این 77-57 یادتونه، تو تقویم‌ها بخونید، تو صفحات ما یوتیوب بخونید، فیسبوک، از هم اول سال 77-57 که شروع شد، گفتم او 57 که ما باختیم، این 57 آریایی ما میبریم، 57 ما برنده میشیم. این رو من مطمئن هستم، چون نسل ما دیگه نمیتونه بپذیره. احتیاج هم به غرب نداریم. من دیدید، شنیدید، گفتم به زبان تازی بود، شما شنیدید، فهمیدید. ما نیازی هم به غرب نداریم بیاد از اون پشتیبانی کنه، چون نمیکنه. غرب از سالها پیش برای سالهای آینده برنامه ریخته که سرزمین ما رو چجور غارت کنه، همشون از دم شرق و غرب. ما به اونا دل نبستیم، ما به تو جوان، به تو تفنگ به دست، به تو مهربانیار، شماهایی که هر کجا بودید از ایران دفاع کردید. تو این تاریخ پرچکاپوی هزاران ساله اگر ایران مونده، توان شما بود، قدرت شما بوده، مهرورزی شما بوده که مونده و خواهد موند و خواهد موند. پیشپردهایی هم داریم، پیشپردهایی میزنیم، به قول معلوم میگن توی برنامه‌های خرد و بردوی که کنار می‌ذاریم یه تنوع باشه که شما همش سیاه و شبستان نبینید، نمی‌خواید چایی بخورین یا آب بخورین یا 40 دقیقه نشه نخواهید بشینین پای تلویزیون، یه تنوعی بشه. دور دارم به برادر مهربانم مهندس امیر شجره دبیر کل این تلویزیون پارس درود دارم و همه مهربانیانی که با ما همراهی و همکاری دارن و همه کارگردان برنامه در تلویزیون پارس، به ویژه دوست عزیزم آقای امیر شهرتی واردان و دیگر مهربانیانی که در تلویزیون پارس در کنار مهندس شجره هستم. یکی از مواردی که همیشه به من امید میده، خواب، خوراک، زندگی، ثروت، جان، همه چیزو برای شما بذاریم، میدونین چیه؟ همین مهرورزی هست. همین مهرورزی هست. یادم میاد دکتر کوروش آریامنش روان شاد که اینجا زدن کشتنش حرومزاده ها، موقع ما هفته بار هم میدیدیم، پیام مازادگان در میآورد ایشون و در خدمتش بودم. دکتر کوروش آریامنش هفته یه بار دوشنبه بیشتر ما با هم یه ساندویچ می‌خوردیم، میومد دفتر شانزلیزه من، هی بارها میگفت بابا من می‌خواستم دیگه ولش کنم، مشهدی عرض این قضیه اینا، ولی واس دیدم یهو دو تا پاکت آمده از آلمان، یکی توش 50 مارک داره یکی توش 30 مارک. من به خاطر همینا که اومد باز دلم نیامد که کار نگه دارم، باز رفتم اون پیام آزادگان رو چاپ کردم. بنده خدا چاپ می‌کرد، بعضی وقتا ما میرفتیم کمک، بعضی وقتا که میرفتیم کمک، بهتون بگم ببینید تو تاریخ بمونه. خودش اینها رو بعضی وقتا که میرفت آلمان چاپ میکرد و اتوبوس میرفت بعد میآورد اینجا، بعدم که اینجا آخرش یک نامردی برای چاپ کرد که در دست داشت در قتلش و شوربختانه خبر داده بود. حالا اون نمیخوام باید بحثش بشم، از دست عزیزان چه بگویم، گله نیست گر هست دیگر حوصله نیست. و گل رخسار تاجیکی میگه ما را به دست ما زدن آیین دادرهای ماست. آریامنش زدن. آشورا رو میخواست منتشر بکنه، حالا بگذارم خلاص. خودش که میرفت اونجا چاپ میکرد، با اتوبوس هم داشت لندن میآورد، آدرس ها رو چاپ میکرد، مچسپوند روی پاکت ها 500 600 هزار تا، اینا رو تا میکرد میذاشت توی پاکت. مثلا ما یه روز زنگ میرفتیم چون ماهی دوباره کار میکرد، خونش میدیدیم پاکت ها همینجا رخته رو زمین در روزنامه خودش. مرد بزرگ، معاون وزیر آموزش پرورش بود، شخصیت برتر. هر چی که شما الان دارید از خردگرایی در نقد اسلام، پایش مال آریامنش. احمد کسروی دومی بود، دکتر کوروش آریامنش، رضا مظنون بچه مشهد. آره میگفت که فلانی ما الان پولم نداریم نمیتونیم دیگه، ولی یه عمرم 30 مارک آمد 50 مارک آمد کار دنبال به جون شما، این همین قضیه مال من. هی میبینم اون اتفاق میفته، یه اتفاق میفته، استعمار رو کار میکنه، او کار میکنن، مردمم که قربونشان برم، فقط تو دو روز نباشی فراموش شدی، هر کی میخوای باش. اینا همین الان که همشون خودش افلاطونه بابا، یارو خودش همش ما سایت دارم آقا، صفحه تلگرام ما رو دیدی سیاوش شبستان، ما صفحه تلگرام دارم، میخوام شعبانه رو هم ببینم، این رضا پهلوی رو هم میخوام ببینم، کجا یک قرار بریم ما بگیم، میگه ما رئیس دفتر اینایی ما، آیا قرار هم بگیم ما میخوام اینا رو ببینم، ما تو صفحه دارم ما دیدی صفحش ببین. حکایتی است. ولی من اینا رو نمیگم، اون جناح دیگه، اون مردم دیگه که میخوام نمونهش رو شما بگم. نمونهش اینه که یک مادر از ایران به من تلفن میکنه، یک پدر، یک فرزند زنگ میزنه میگه سیاوش شبستان میگم جان دلم، میگه گوشی با مادر من صحبت کن. 30 تا از این مادرها توی 10 15 20 سال از دنیا رفتن که من باشون صحبت کردم، بعد بچه‌ش اینا زنگ عروسش زنگ زد دیگه رفت، روان همشون شاد، همونایی که هستن چاکرشونیم. بعد دوستای نزدیک خود من پری روزا، بچه یکی از دوستای من از آلمان اومد پاریس. همه شما که تو اروپا هستین اینو میشناسین، چون هر کس خاربار ایرانی مصرف میکنه، مثلا خیارشور محیا رو میشناسه، و شما تو اروپا هر چی میخورید خاربار ایرانی از مغازه‌ای تو آلمان میاد. البته الان دیگه داداششه مراد، ولی عباس صرافیان، عباس صرافیان تو آلمان کل صرافی داشت، دوست نازنین من، و این خاربار ایرانی رو در اروپا اون متداول کرده بود. البته الان که ایشون فوت کرده، آقای مراد صرافیان برادر ایشان هستن در کل، که باز همه رو میده. شما تو سوئد اگه هستید، پاریس هستید، سوئیس هستید، انگلیس هستید، خاربار که میاد مال عباس، مال صرافیان خالص. حالا عباس صرافیان که همه میشناختنش، ایشون چند سال پیش تصادف کرد و بعد مدتی روی تخت بیمارستان بود، از دنیا رفت. 3 تا فرزند داره، کوچکترینش آریو برزن الان میشه 6 سال، یعنی اول ژانویه وارد 7 سالگی میشه. بهش شاد باش میگم آریو برزن عزیزم، تولدت مبارک. اومد پاریس و ما با تو قدم میزدیم، یه گفت عمو، گفتم گفت میخوای موزیکیت بزنم؟ بچه 6 ساله. گفتم کدوم موزیک من عمو جان؟ گفت همون تو تلویزیونته. موزیک تو بخوره دیدن دیدم با دهنش بچه دیدن. نمونه از محورزی مهربان یاران گرامی در سراسر جهان نسبت به تلویزیون پارس و به ویژه برنامه‌های سیاه شبستا، یک کودک خردسال به نام آریو برزن صرافیان که ژانویه امسال وارد 7 سالگی می شود و از طفولیت در آغوش پدر بزرگوارش برنامه های سیاه شبستا را می دیده است، پس از 3 سال از درگذشت پدر نازنینش آقای عباس صرافیان، انسان نیکوکار و محبوب ایرانی در شهر کلن آلمان، همچنان موزیک گشایش برنامه سیاوش اوستا را به یاد دارد و به درخواست مادرش با دهن این موزیک را اجرا می کند. آریو موزیک اول برنامه اوستا چی هست؟ آریو جون موزیک اوستا چیه؟ بچه عباس صرافیان 6 ساله، 3 ساله باباش از دست داده. 3 سال عباس عزیز من دیگه نیست، یکی از حامیان فرهنگ و نشر خردگرایی در دنیا بود. هرگز هم نمیخواست اسمش بیاریم، الان من یه بار دیگه میگم عباس. بچه ها شماها نمیدونه در نشر اندیشه و فکر آریایی نقش بسیار مهم داشت، خیلی کمک میکرد از اینجا تا آمریکا، همه میشناسن بچه های کالتکس و شرکت ترانه و خدا به مرد طبیعی و هم. این بچه 3 سال پدرش از دست داده، ولی تا 3 سالگی که تو بغل باباش میشسته، روزای جمعه بود اوایل، بعد شد پنجشنبه برنامه رو میدیده، این موزیک تو ذهنشه، عمو سیاوش هم تو ذهنشه. خیلیه، من یزدان گواهی، باورم نمیشد جایی که دینی که و مادرش تایید کرد، مادرش اینو تایید کرد. گفت همیشه آلمان که هست پیاده توی میفتن، میگه میزنه، میگه بیاده عمو سیاوش بچه 6 ساله. این هاست که یاد عباس صرافیان، یاد پرویز اصفهانی عزیزم، دوست نازنینم، سردبیر نیمروز در لندن سالها زحمت کشید، یک بار نایمد عکس خودش صفحه به رضاش بندازه، مطالب خردگرایی رو نشر داد. هر آنچه ما نشر دادیم درست در رادیو و تلویزیون بود، الان از کانال ها اینا بود. اینها انسانهای ماندگار تاریخ ما هستن. برادر عزیزم همیشه گفتم، بله که میگم بازم میگم، مهندس امیر شجره، اون میتونست با تجارتی کردن این تلویزیون پارس، شجره میتونست میلیاردر بشه، میلیاردر با تجارتی کردن. این نمیتونست بکنه، هم تخصص و حرفه‌اش داشت، هم آدما رو داشت، همه رو داشت. شما اون کارهای اول تلویزیون پارس رو برید ببینید، با فرخزاد عزیزم، با خیلیای دیگه، با همه هنرمندا، ویگن، همه زیر دستش بودن و هستن. شجره هم میتونست میلیاردر بشه، میلیارد بزنه با این تلویزیون. برای پول کار نکرد، برای پول شجره کار نکرد، برای که رشد فکری جامعه ببره بالا، جامعه آزاد فکر کنه، جامعه راحت فکر کنه. بعدم دیدید همیشه هر اتفاقی افتاده شیر تو میدون بوده، هر کس هم خودشونه میاد نشون بده. و یکی بود میگفت به من، گفت چرا فقط تو از مهندس شجره تعریف میکنی؟ خب نمیذارم، من تو پاریسم، من تو پاریسم، بچه‌ای که اونجا هستن تو خودش تواضع داره، وگرنه همه مخلص شجره هم، همشون که توی تلویزیون هست. حالا میخوام بگم این هاست که به ما امید میده ما بتونیم باشیم تا رهایی تو جوان ایرانی رو ببین، تا رهایی تو انسان آزاده ایرانی رو ببین. شماهایی که نگفتید به شب پرستان 40 سال خیلی زیادید، اونهایی که ساختند دیگه زیاد نیستن، دیگه خودشون خجالت میکشن، دیگه خودشون شرم دارن، دیگه خودشون میبینن دارن برای عروسک های استعمار روس و انگلیس و چین خوش رقصی میکنن. به خدا به جون شما قسم، من تعجب کردم، خوار مادر یاره جمهوری اسلامی با چین و روسیه مانور نظامی تو خلیج فارس خیلی قویه. ای واسه روی قضیه اصلا صحبت کنم، بگم بچا شما مسخره میکنن، ولی پدرسوخته خیلی آقا نداشتن این از گلوشان بره پایین. آمریکا بعد ذات هیچ غلطی هم نکردم، همچنان که تاکون سدلی خامنه‌ای مگه غلطی کرده؟ برای هوادارای خودش نزدیکترین هوادارش زدن، ترتیبشون دادن، هیچ غلطی نتونسته بکنه دیگه. برای بقیه کجا میتونه بگم بهتون؟ اینا بذارین بگم پیش از اینکه برنامه تام باشه. عباس سلیمی نمین به چه مشهد دریادر چقدر از این خامنه‌ای دفاع کرد. الان مثل گذاشتنش تو تهران تایمز، نمیدونم هنوز هستی نیست، اون موقع کیهان هوایی بودنش، هیچ کدومی امکانات نبود، هیچ کدومی روزنامه رنگی ها حتی نبود، چه مثل اینترنت اینا. کیهان هوایی برای خارج از کشور چاپ میشد. عباس سلیمی نمین سردبیرش بود، شریعت مداری مدیر کلش بود کیهان. آقا رفسنجانی گفت من میخوام قانون اساسی رو عوض کنه که من دفعه سومم رئیس جمهور بشم. اول کسی که اومد در برابرش ایستاد عباس سلیمی نمین بود، محکم هم وایساد. بعد با آقای عطاالله ماجرانی درگیر شد و فلان شد و فلان شد، کار نداریم. اون سومین بار نتونست نامزد بشه و قانون اساسی رو عوض کنه. اما عباس سلیمی نمین قربانی علی خامنه‌ای شد، از کیهان هوایی بیرونش کردن، خودش اومد بیرون. یعنی بعدا موارد دیگه پیش اومد، برایش زندانی بریدن، میخواستن زندانیش کنن، محکومیت و فلان اینا. از همونجا تو بگی تا بیای یدالله قزوینی که اصلا عباسی شده، که اصلا رفت زندان، تا سعید قاسمی سردار بسیج و مسیج و فلان، تو و بعد تا زدن اینا یک عالمه از آدمای علی خامنه‌ای رو تو هواپیما، توی کوچه، توی خیابون، سردار مردارا رو زدن، کشتن، زندانی کردن، هیچ کاری برای مریدای خودش نتونست بکنه. این رو به همه شما میگم که هفته پیشم که براتون پخش کردن، همین حسن عباسی خودش میگه ما همه احزاب و گروه‌ها جمع شدیم، آقا دیدیم علی خامنه‌ای 15 نفر نداره هوادار فدایی، صبح 80 تا بودن، بعد ظهر نهار خورده ماندن، نشستیم تصمیم گرفتیم 15 نفر نبودن. خب وقتی که وضع اینجوری، من نمیدونم شما چرا استعمار نگه میدارین. بچه‌ای که تفنگ تو دستتونه، بچه‌ای که تفنگ و زور تو دستتونه توی اون ایران، شما هم که حقوقاتون که همتون چیز پایینیه، که باز میلیارد پیلیاردن که همه رو انگلیس دزدید برد کانادا و جای دیگه و اینا، که شما که بابا یه کاری بکنین. میتونید به یزدان سوگند، نظر طی با انتخابات سر مردم رو گرم کنن، به یزدان سوگند میتونید بچه ها، میتونید. اونایی که بالای تفنگ به دستید به خدا میتونید. برخیزید. بس یعقوب لیث سالگردش بود. یعقوب لیث رو جشن گرفتی تو. یعقوب لیث رو پاشو یعقوب لیث کاوه یا هنگر، پاشو بابک، پاشو فریدون، پاشو. شما میتونید. من امید دارم که میتونید. مهربان دارم دستان گرمتون رو میفشارم، روی ماهتون رو میبوسم. پدرها، مادرای عزیز، خیلی ممنون که ما رو به خونتون راه دادید و راه میدید. خیلی ممنون که مینشینید. بچه ها مرسی که آنتنا رو برای مادرها و پدرها درست میکنین، بهشون میرسیم که ما رو ببینن. مرسی، مرسی. به عشق شما زنده ایم، به عشق آزادی ایران، به عشق رهایی میهن از چنگ اهریمن. اهریمن نشانه بدی، دشمن خوبی، دشمن اهورامزدا. دو قدرت جدا از هم، هیچ وابستگی به هم ندارن. یادتون نره بد رو اهورامزدا نیافریده. فلسفه اوستا و زرتشتیان نوین فرق داره با همه. اهریمن آفریده خدا نیست، برای میتونید بزنید نابودش کنید. خدا نیافریده که بعدم مهلت بهش بده که بیا ترتیب آمد. نه نه نه، اصلا این چرت و پرت توی آیین اوستا نیست. یه پدیده جدا از اهورامزداست، بدی، پلشتی، ناپاکی، دروغ و دژنام که اومده چوب رای چرخ اهورامزدا و مردم و بندگانش بگذاره. مبارزه کنید با اینها، نابودشون کنید. ما بوسمه شهریگری را از کهن ما برای دیگران بگذاشتیم. بیش از 1 میلیون صفحه آثار سیاوش اوستا را به زبانهای مختلف با یک کلیک ببینید و بخوانید و بشنوید. دهها کتاب روشنگر و تاریخی، صدها مقاله و نوشته و گزارش در نشریات نیمروز، فردوسی امروز، عصر امروز و صبح ایران، صدها مقاله با شخصیت‌های ایرانی و جهان، هزاران عکس در جایگاه‌ها و با شخصیت‌های جهانی، هزاران برنامه رادیویی، تلویزیونی به زبان‌های پارسی، فرانسوی و تازی، ده‌ها شماره از نشریات ارشاد، هما، شهر فرنگ، کیهان جهانی، رپورتاژهای تلویزیون‌های جهانی از تلاش‌های سیاوش اوستا، برنامه‌های اهدای نشان‌های افتخار از آکادمی‌های فرانسوی به سیاوش اوستا، صدها فستیوال‌های هنری جهانی، میهنی در مجللترین سالن‌های جهان، نمونه‌هایی از سخنرانی‌ها و بزرگداشت‌ها و انجام آیین عروسی به سبک آریایی، سالنامه‌های 7000 ساله آریای میترایی در پاریس منتشر و در سراسر جهان پخش می‌شود. این سالنامه برترین و بهترین سند افتخار ایرانی در سراسر جهان است. هم میهن، تو بیش از 7000 سال پیشینه تمدن داری، چرا گریز یک تازی از روستایی به روستای دیگر تاریخ تو باشد؟ تازیان می توانند به تاریخ تازش خود و پیامبرشان به تمدن‌های دیگر بنازند، اما چرا تاریخ غارت و تپاول و ویرانی میهن و مردم تو روزشمار روزانه تو باشد؟ این سالنامه برترین و بهترین سند افتخار ایرانی در سراسر جهان است. دفترهای زیبا و نفیس پیوند خویشاوندی و عروسی به سبک آریایی اثر سیاوش اوستا به زبانهای پارسی، فرانسوی، انگلیسی، آلمانی و تازی، از هر دین و مذهب و آیینی که هستید و در هر کجای جهان که هستید به سبک آریایی و با دفترچه ها و اسناد پرشکوه و تاریخی و توسط سیاوش اوستا عروسی کنید. خطبه عقل به زبان تازی، توهین به زن ایرانی، پیوند زناشویی به سبک آریایی، آستاشت زن و تاریخ و تمدن کهنسال ایران است.